درود فراوان خدمت شما دوستان عزیز علی صافی هستم از کانال ونکوور لیت نتورک خب امروز قصد دارم تو این فایل دو تا چارت رو با هم مقایسه بکنم اولین چارتی که دارم با, شما در میون میگذارم چارت شاخص اس هست که از سال 52 به همراه فد فاند ریت که در حقیقت همون خیلی ها به نرخ بهره میشناسن مقایسه شده همونجور که میبینید خیلی صحبت هست از اینکه امسال یعنی در سال 2022 فدرال رزرو قرار هستش که سه بار نرخ بهره رو افزایش بده البته این قراری که هستش بحثی هستش که شده یعنی هیچ قطعیتی نداره ممکنه تو جلسات بعدی با توجه به شرط اقتصادی و هر چیز دیگه ای تغییر بکنه حتی بشه چهار بار حتی بشه یک بار حتی بگن نه اصلا افزایش هم نمیدیم کاهش هم میدیم برای همین هم هنوز هیچ چیزی مشخص نیست ولی اون چیزی که در جلسه قبلی فت در ماه دسامبر مطرح شد از افزایش احتمالی سه بار پس از پایان تیپرینگ یا همون در حقیقت پایان خرید اوراق قرضه توسط فدرال رزرو هست خب از سال 1955 حالا ما زیاد نمیخواد به قبل برگردیم سعی میکنیم اصلا جلوتر بیایم و در حقیقت مارکت رو دنبال بکنیم با اتفاقی که از سال 2000 به این ور افتاد چون در حقیقت یکی هسته شما ببینید که وقتی که مارکت خیلی ها الان حساس هستن نسبت به این که قرار هستش که فدرال رزرو افزایش نرخ بهره بده و این افزایش نرخ بهره قرار هستش که بازارهای مالی رو اسیر تلاتون بکنه و در حقیقت ما شاهد بر مارکت خواهیم بود و باید سریعا شروع به فروختن بازار یا حتی شاخص ها یا حتی فروختن سهام خودشون کرد خب حالا من میخوام به نگاه تاریخی ببینیم که افزایش نرخ بهره چه تاثیری توی شاخصه اقتصادی داشته مخصوصا شاخص S&P یعنی هدف من از توی این ویدیو در حقیقت تاثیر شاخص S&P با نرخ بهره است خب ببینید سال 1997 که دات کام بابل شروع کرد در حقیقت رالی سعودی خودش آغاز کردن یعنی از سال 94 95 که شروع شد این شاخص اس ببینید نرخ بهره ثابت بوده فد فان ریت ثابت بوده و شاخص اس شروع کرده به بالا رفتن خب در حقیقت مین درایو یا درایور اصلی این رالی سهام های تکنولوژی بودن که وقتی که این حباب ترکید حالا توی نزدک خیلی بهتر مشخصه تحت عنوان دات کام بابل معروف است اما نکته که وجود داره این هستش که ما توی یک برهه از زمان ببینید اینجا یک یک مینی کرش اتفاق میافته در عرض یک ماه چون این کندل ها ماهانه هست و فد شروع میکنه نرخ بهره رو پایین آوردن و بعدش مجددا آروم آروم نرخ بهره افزایش پیدا میکنه با افزایش نرخ بهره شما نگاه کنید شاخص سه هنوز رالی خودش رو ادامه میده و در نهایت وقتی که به این قسمت تاپ بالایی خودش میرسه و شاخص رولاور میکنه آروم آروم نرخ بهره هم کاهش پیدا میکنه تا به کفش برسه یک مدتی ثابت بوده تا سال 2004 یعنی بعد از سال 2002 که در حقیقت این بابل هباب یا این بابل کفش دیگه مشخص شد در حدود مثلا اپریل و اکتبر سال 2002 بعد از اون یک دابل باتم زد و مجددا شاخص به سمت بالا رفت حالا از سال 2004 ما میبینیم که افزایش نرخ بهره مجددا در دستور کار فد قرار میگیره و این نرخ بهره به صورت خیلی اگریسیف خیلی شدید بالا میره اما همونجور که میبینید کرسر من روی نرخ بهره است ولی شما قیمت رو هم نگاه بکنید ببینید قیمت در حال بالا رفتن هست و شاخص همینجوری بالا میره در نهایت حتی به یک جایی که میرسه ثابت میشه نرخ بهره هنوز شاخص بالا میره و نکته جالب تر این هستش که وقتی که فد تصمیم به کاهش نرخ بهره میگیره تا سه ماه مجددا شاخص ها سودی میشن یعنی نه تنها ف تشخیص میده که وضعیت اقتصادی مشکل داره و ما وارد رکود شدیم اما شاخص ها مجددا باز هم سعودی میشن و در نهایت در مسیر کاهشی بوده که شاخص پی در سال 2000 و در حقیقت آخرین کندل سعودی خودش اکتبر 2007 میزنه و بیر مارکت رقم میخوره که در نهایت می 2008 شاخص آخرین دیت کت خودش رو هم میزنه بعد از دو سه ماه و دیگه از اونجا فرو میریزه خب اون نکته که من میخوام خدمت شما ارز کنم همین هستش که همیشه بین افزایش نرخ بهره و ریزش اصلی شاخص ها یک تایم لپسی وجود داره و این تایم لپس در برهای مختلف متفاوت بوده مثلا در این سال نزدیک 2004 که شروع کردن به افزایش نرخ بهره ثابت نگه داشتن تا 2007 سه سال طول کشید که بازارها وارد بر مارکت بشه بله خیلی ها ممکنه بگن که ما الان در اون شرایط نیستیم حرفشون هم درسته اما بحث من چیز دیگه ایه و اون هم تایم لپس هستش مثلا در سال 2009 مجددا خب بعد از اینکه این نرخ ریخت به صفر رسید تا سال 2016 ما در حقیقت 2015 جنت یلن همین وزیر خزانه داری فعلی رئیس فدرال رزرو اون موقع بود شروع کرد استارت زدن افزایش نرخ بر که بعدش که ترامپ اومد پابل شد رئیس فد و اون هم مجددا شروع کرد به افزایش نرخ بهره و شما نگاه میکنید که کاملا مشخصه در حالی که شاخص بازار داره بالا میره نرخ بهره هم داره همینجور بالا و بالا میره شما این رو در نمودار و شاخص دلار DXY دی یا دیکسی میتونید ببینید که این همینجوری در حال افزایش هست در حالی که شاخص بازار سهام هم در حال افزایش هست و ما یک مینی کرش یا مینی ریسیشن داشتیم توی سه ماه اگر کسایی که کسانی که خاطرشون باشه در سال 2018 اکتبر تا دسامبر و بعد مجددا یک رالی سعودی به سمت بالا و وقتی که این رالی سعودی به سمت بالا زده شد که کووید کرش اتفاق افتاد ما قبل از اون شاهد کاهش نرخ بهره بودیم یعنی کووید کرش باعث شد که فد به صورت کاملا مجددا اگریسیو خیلی شدید نرخ بهره رو به یک بار یک درصد کاهش بده اما ما کاهش استارت اون رو از قبل از کووید کرش چندین ما قبل یعنی از جون سال 2019 مشاهده کاهش نرخ بهره بودیم الان هم همین طور هست الان هم نرخ فعلا روی صفر و بسیار بسیار پایینه اما اون چیزی که مشخصه این هستش که اگر هم شروع بشه به افزایش نرخ بهره ممکنه که با یک تلاتوم های همراه باشه ولی این قرار نیستش که همون یک شب همون فردایی که بخواد نرخ رو اعلام بکنن که ما از فردا مثلا میخوایم نرخ رو بالا ببریم شاخص بازار سهام هم شروع به سقوط بکنه نه ممکنه اصلا شاخص بازار سهام خیلی زودتر شروع به سقوط بکنه خیلی هم ممکنه دیرتر که گذشته تاریخی این رو به ما میگه که دیرتر این اتفاق افتاده و دلایل دیگه ای فقط نمیشه روی فید فاند ریت تمرکز کرد و دلایل دیگه ای رو هم باید مد نظر قرار داد اما یه نکته دیگه ای رو میخوام توجه شما رو جلب کنم و اون هم توی چارت بعدی نشون میدم خب این چارت شاخص S&P هست در مقایسه با مارکت برث یا در حقیقت مووینگ اوریج 200 مووینگ uh, اوریج 200 برای شاخص های برای مزد بخوام سهام هایی که در شاخص اس هستند هستن uh, یعنی اینکه تعداد سهام هایی که الان دارن بالای مووینگ اوریج 200 معامله میشن که روی ترند سعودی هستند در اصل رو با این خط آبی رنگ نشون داره میده این نمودار کندلستیک هم در حقیقت شاخص سمپی است خب همونجور که میبینید وقتی که بازار ریخت یعنی تعداد سهام که رفتن زیر مووینگ دیویستشون به شدت به شدت یعنی در حقیقت بالای دیویستشون معامله نمیشن یا در حقیقت میرن پایین به شدت کاهش پیدا که یعنی تعداد سهام رفتن زیر مووینگ دیویستشون و این کووید کرش اتفاق افتاد بعد از اون خب شاخص سهام شروع کردن آروم آروم بالای مووینگ دیویستشون معامله شدن یعنی که به ترند سودی برگشتن همین اتفاق برای شاخص S&P افتاد یعنی اگر شما نگاه بکنی من اینجوری بهتره که نشون بدم اگر یه ذره زوم بک بکنم که مالا خوب باشه فکر مالا خوب باشه آه. نه خب آروم آروم شروع کرد سهام ها بالا رفتن در نتیجه شاخص S&P هم بالا رفت و شما نگاه میکنید که تعداد سهام هایی که به بالای مووینگ 200 شون رسیدن اینجا خیلی زیاد شد که در جون سال 2020 ما یک داشتیم مجددا سهام ها پایین رفتن و بعد دوباره مجددا بالا رفتن پس این نشون میده که شاخص در حقیقت تمامی سهام ها داشتن رشد میکردن و یک رشد کاملا سالمی در بازار حکم فرما بوده و این اتفاق در حقیقت تا اپریل 21 اپریل 2020 2021 ادامه داشته یعنی اگر این اپریل 20 20 اپریل 2021 هست شما نگاه بکنید که تا اینجا شاخص داشته با کلیه بازار جلو میرفته. اما بعد از اون الان اگر من بیام این برتر... بعد از اون می بینیم که از این تاریخ به بعد شاخص در حال صعود هست اما تعداد سهام هایی که وارد بر مارکت میشن در حقیقت از اپریل سال 2021 شروع به آغاز شدن کرده و سهام هایی که شاخص ساز هستن مثل اپل مثل مایکروسافت مثل آمازون مثل گوگل اینها شروع به رشد کردن و شاخص بالا و بالاتر رفت اما بقیه سهام ها در حقیقت وارد بیر مارکت شدن و شروع کردن افت های شدید داشتن برای مثال من چند تا سهم رو نشون میدم چند تا سکتر رو به شما نشون خواهم داد در چارت های بعدی که به شما بگم که سکتر های مختلف شروع کردن به افت کردن در حالی که بازار S&P داره رشد میکنه و این رو ما میتونیم توی سکتر های مختلف ببینیم پس نتیجه که میشه گرفت این هستش که از اپریل سال 2021 اکثریت بازار سهام وارد بر شده یعنی آلردی ما در بسیاری از سهام ها وارد بر مارکت شدیم و فقط یک سکتور های خیلی محدودی شروع کردن به بالا رفتن و اونها چون شاخص ساز بودن در حقیقت تونستند شاخص سمپی رو بالا و بالاتر ببرن و ما ببینیم که این اتفاق توی خیلی از سهام ها نیفتاده و خیلی از سهام ها شروع کردن پایین رفتن این نشون میده که شاخص سمپی در حال حاضر توی یک سری سهام ها به شدت اوورسولد شده و ما میبینیم تعداد سهام هایی که الان مخصوصا توی اینجا به کف تاریخی خودشون رسیده بودن یعنی انقدر دیگه تعداد سهام ها پایین رفته بودن زیر مووینگ اوریج های دیویست روزانه شون که ما این کورکشن خیلی سخت رو داشتیم در ماه دسامبر بسیاری از سهام وارد بر مارکت شدن و الان هستش که سهامها ها آروم آروم شروع به کردن به رشد کردن بالا اومدن اما ما میبینیم که شاخص مجددا وارد فاز نزولی شده حالا این فاز نزولی شاخص دقیقا تا کجا خواهد به قول معروف طول،, طول خواهد کشید و ما میتونیم از کجا انتظار داشته باشیم که بازار برگرده آیا اصلا انتظار میتونیم داشته باشیم برگرده یا خیر که در فایل بعدی چون این فایل خیلی طولانی میشه در فایل بعدی من توضیح میدم توی تحلیل شاخص ها فقط میخواستم این نکته رو ارز کنم که اگر ما یک مقایسه بکنیم بین رفتار بازار شاخص S&P و کل شاخ بازار ما متوجه یک دایورجنس یا یک واگرایی شدید میشیم بین سهام بین کل سهام ها و شاخص S&P که این خودش در نوع خودش خیلی جالبه حالا این اتفاق قبلا کی رخ داده یعنی ما میتونیم ببینیم که قبلا چه زمانی رخ داده بله این اتفاق قبلا رخ داده و زمانش هم در زمان کووید کراش هست و یک اتفاق خیلی عجیبی رخ داده بود این بودش که در یک برهه کوتاه مدت زمانی ما میبینیم که خب شاخص این در حقیقت کل بازار هست کلیت بازار داره مثبت معامله میشه شاخص های جدید میزنه کلیت بازار نمیتونه های جدید بزنه ولی شاخص های جدید میزنه یک دایورجنس و این کووید کرش پدید میاد در یک بازه زمانی خیلی کوتاه و الان ما میبینیم که این کلیت بازار در حقیقت خیلی وقته که داره پایین میره ولی بازار داره بالا میره بالاتر میره یعنی شاخص حالا نگیم بازار شاخص داره بالا بالاتر میره و این دایورژنس در یک برهه کوتاه نبوده در یک برهه خیلی بلند چند ماه در حال رقم خوردن هست نکته دیگه که ما میتونیم ببینیم در سال 2018 و قبلش هست ما در سال 2018 ما میبینیم که مجددا شاخص در حال افزایش هست ولی تعداد سهام هایی که بالای مووینگ 200 خودشون دارن اداره میشن مزد دارن ترید میشن خیلی زیاد نیست و نمیتونه مثل شاخص های جدید بزنه و در نهایت در سال 2018 که اون اصلاح اساسی و مارکت وارد فاز یک چاپی میشه ما میبینیم که تعداد سهام هایی که زیر مووینگ 200 خودشون میرن افزایش پیدا میکنه و در نهایت وقتی شاخص یک های جدید میزنه در سپتامبر 2018 که قبل از حالا ورود به ترید وار هست یا اون جنگ تجاری ما مجددا میبینیم که به شاخص های جدید میزنه ولی تعداد سهام که بالای دیویست خودشون اداره میشن های جدید نمیزنه و در نهایت با یک کرش 20 سه ماهه یا یک اصلاح شدید حالا نگیم کرش بگیم یک اصلاح شدید 20 درصدی بیش از 20 درصد نزدیک 21 درصد هم رفت سه ماهه ما مواجه شدیم که این سهام ها به آل تایم لو خودشون رسیدن یعنی ببینید تعداد سهام هایی که اومدن آل تایم این خودش یک ای خیلی جذابی هست ما توی کووید هم مجددا این اتفاق افتاد و تعداد سهام هایی که در شاخص بودند به این محدوده رسیدن و هر موقع ما میبینیم که به این محدوده میرسن در حقیقت ما میتونیم بگیم که کف اصلاح بازار هستش الان ما با این محدوده خیلی فاصله داریم یعنی اگر ما بخوایم اون ایندیکیتر خودمون رو بذاریم که بگیم که بازار الان در اصلاح خودش در کف اصلاح خودش هست یکی از جاهایی که میتونه خیلی خیلی موثر باشه به نظر من اینجا هستش که ما ببینیم که تعداد سهام هایی که دارن زیر مووینگ 200 خودشون اداره میشن مجددا به این کف تکنیکالی خودش میرسن یا یعنی. نه توی این محدوده ها ما میتونیم انتظار داشته باشیم که شاخص هر جا باشه دیگه کف اساسی خودش هست اما اون چیزی که من فکر میکنم در حال انجام هست اینکه ما مجددا به رالی سعودی باز خواهیم گشت ولی با یک حالت بسیار بسیار شکننده ای که میگم باز هم در فایل بعدی توضیح خواهم داد راجع به تحلیل بازار این تحلیل رو مثلا میگم هر هفته خدمت شما ارائه بدم که بتونید با روند بازار حالا از دیدگاه من آشنا بشین اگر تحلیل ها رو دوست دارید خواهش میکنم لایک کنید یا کامنتی دارید توی قسمت لایک بنویسید کامنت های خودتون رو اگر هم دوست دارید که از تحلیل های بیشتر در طول هفته آگاه بشید حتما به کانال تلگرامی ما بیایید ونکوور فاینانشال نتورک کانال تلگرامی ما هستش اونجا تحلیل های بیشتر رو روز به روز در اختیار شما عزیزان قرار میدم حتما فایل بعدی رو هم نگاه بکنید فایلی هستش که در ارتباط با تحلیل بازارهای سهام هستش فعلا خدا نگهدار